فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش به راته، خدا به هم نگاه. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف یعقوب ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود. آمین. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود، آن چه تو را خوشتر است راه به آنم بده. با درود آمی. خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، آدینه شب شما هموطنان عزیزمون که در ایران هستید، به خوشی و شادی و قوت و امیدی باشه که جاودانه باشه در دلت. هموطن عزیزم، اگر احساس نگرانی و خستگی میکنی، اگر موضوعی هست که تو رو ناامید کرده، اینو بدون که خداوند تو عیسی مسیح که امید تمام ملت ها هست، او زنده هست، او صدای تو رو میشناسه و میشنوه و نیز آنچرا که وعده داده که هرگاه در نام او بطلبید، هر آنچه بخواهید برای شما اجابت خواهد شد، مطابق فیضش دعای شما اجابت میشه. اگر خداوند ما عیسی مسیح در اندیشه رستگاری ما بود، چقدر بیشتر در رابطه با امور زندگیمون که میدونیم مشکلات و سختی‌ها همه جهان هستش، به طور خاص در کشورهایی که متاسفانه مسئولین اون وفاداری رو به ملت‌ها ندارن، مانند نظام اسلامی که این عذاب و رنج رو برای مردم ما خریدن، زیاد هست. خدا برای شما اندیشه کرده. یکی از بهترین اندیشه‌ها همین شبکه‌های مسیحی هستش که خداوند اجازه داده باشه تا خبر خوش، خبر امید دهنده، خبری که باعث آرامش و سلامتی میشه، شما بشنوید و روح شما نجات پیدا کنه، افکار و روان شما در آرامش و شادمانی باشه و بتوانید به اقتدار در برابر ظلم و ستم بایستید، اجازه ندید بیشتر از این جلو بیاد و بتوانید در مسیر خرد زندگی خوبی رو داشته باشید. از این رو تشویقتون میکنم هموطنان عزیزی که قلبتون لمس شده به عیسی مسیح، با ما تماس بگیرید. مشاورین ما در خدمت شما هستن، پاسخگوی سوالات شما خواهم بود نسبت به امور کلام خداوند و حتی امور زندگیتون هستن در بین مشاورین ما که این آگاهی و این دانش رو دارن که به شما دست یاری بدن. و اگر مایل هستید نسبت به موقعیتی که درش هستید براتون دعا بشه، دعا میشه و من و خواهرم سمی در خدمت شما هستیم و ایمان داریم خدا مطابق فیضش انجام میده. سال هاست که خود من چنین تجربه‌ای دارم، اما 2000 سال هست تاریخ اشاره به محبت مسیح میکنه، وفاداری مسیح میکنه و با شاهد بر این هستیم بعد از 2000 سال ملت ها دارن به مسیح ایمان می آورن و متوجه حقیقت اونیز میشن که در کلامش مکشوف میشه به توسط روح القدس بر قلب ماها. درود میفرستم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که لطف کردن اینک با ما هستن. درود به شما عزیزان در آن ور آب ها، یک جمعه دیگه خدمتتون هستیم. شکر میکنم برای عیسی مسیح زنده که تو این راهی که 2 ساعت و نیم واقعا طول کشید امروز ما بیایم، واقعا فقط دعا میکردیم که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و این برنامه بتونه به طور زنده پخش بشه. به خاطر اینکه من تو را داشتم به کیشسته گفتم من روز شماری میکنم جمعه بشه که بتونم از این طریق در کنار کیشش رسول عزیزم نام خدا رو جلال بدم و همینطور در کنار شما عزیزان باشیم. گرچه مسافت فکر میکنیم دوره، ولی روح خداوند در تک تک وجود ما زنده هست و ما رو هرچی بیشتر به هم نزدیکتر میکنه. ما روزهای سه شنبه در کلیسای پرستندگان مسیح از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برنامه دعا داریم. شما عزیزان زنگ میزنین، خدا رو شکر برای وجودتون و
و دعا میکنیم و عیسی مسیح که جواب میده و خبرهای خوش به ما میدین عزیزان. روزهای پنجشنبه 7:30 تا ساعت 9 شب در کلیسای پرستندگان مسیح هستیم که جلسه دعا و مشارکت داریم. خوشحال میشیم اگه دور و برای ولی هستین، مودلنیز هستین، وسیرز هستین، بیاین ما در خدمتتون باشیم. روزای یک شنبه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر میکنم برای مسیح که واقعا هر یک شنبه که میشه شما عزیزان تشریف میارین و اجازه میدین که ما در کنار شما خداوند رو خدمت بکنیم. این برنامه با سرودهای پرستشی و موعظه کیش رسول عزیزم که واقعا هدایت روح القدس است شروع میشه و در انتها ما چایخونه جمع میشیم، مشارکت داریم، با یک دیگر آشنا میشیم اگه جدید هستین و خداوند رو جلال میدیم. آدرس کلیسای ما هست 7475 Fallbrook Street, West Hills. برنامه های کشیش رسول رو میتونین روی یوتیوب ببینین، برین و عضو بشین روی یوتیوب به اسم کشیش رسول حیدری و میتونین از موعظه های ایشون، همینقدر که من در عرض 8 سال گذشته، چون من این هفته 8 سال تولد واقعا زندگی جدیدم در خداوند دارم جشن میگیرم، شما عزیزان برنامه ها رو ببینین. من خیلی برکت گرفتم چون اولین معلم کلام برای من کشیش رسول بوده و خود مسیح انتخاب کرده. واقعا من 8 سال پیش کشیش رسول رو نمیشناختم، کلیسایی به اسم پرستندگان مسیح رو نمیشناختم و همه جلال رو میدم به خدا خداوند. و این انجیلی که الان روبروی من روی کامرا نشون میدم 8 سال پیش خداوند توی اتاق خوابم به من نشون داد. شب قبلش خواب مسیح رو دیده بودم و کارت کشیش رسول اونجا بود. پس بنابراین ایمان دارم این برنامه که از تلویزیون محبت جمع میشه داره واقعا پخش میشه. اولا ممنونم از بچه هایی که توی تلویزیون محبت دارن خداوند رو خدمت میکنن، چه در صدا، چه در تصویر و چه کسانی که در استیت دیگه هستن. من ممنونم ازشون و همه این جلال رو میدم به خود عیسی مسیح که اجازه داده ما توی این برنامه شرکت بکنیم و نام خداوند رو جلال بدیم. آمین. برنامه امید جاودان رو میتونین بریم روی فیسبوک عضو بشین و برنامه 24 ساعته داریم و روی جی الویز هم هست که شما میتونید. چه چنلی هست که شده روی جی الویز؟ همون امید جاودان. امید جاودان رو بزنید میتونید اون برنامه رو 24 ساعته، موزیک هست، کلام هست و فیلم هست و خوشحال میشیم که جزء ما باشید. روی اپستور میتونید برین و این برنامه رو دانلود بکنین. و در ضمن میخواستم ازتون خواهش بکنم روی فیسبوک، چون الان این برنامه به طور زنده روی تلویزیون محبت، از روی فیسبوک تلویزیون محبت، روی فیسبوک کلیسای پرستندگان مسیح داره پخش میشه، خواهش میکنم وقتی کامنت میذارین اول دعا کنین بعد کامنت بذارین، چون ما کاری که اینجا داریم انجام میدیم فقط و فقط خداوند زنده عیسی مسیح رو داریم جلال میدیم و پیام‌آور عشق هستیم. عیسی مسیح عشقه. آمین. به من یاد داد عاشق همه باشم و همه رو محبت کنم، حتی برای دشمنم دعا کنم. آمین. اگه شما همچین مسیر رو دوست دارین به ما بپیوندید. شکر، با سپاس هم مطلبی که فرمودید. هموطنان عزیز، همون گونه که عرض کردیم برنامه زنده هست، میتوانید تماس بگیرید با ما، در رابطه با موضوعات دعا خواهیم کردش. آمین. ایمان داریم که همون گونه که میدونیم انجیل مسیح در قلمروی حرکتش نجات و رستگاری هستش. آمین. پس برنامه ما برنامه نیستش که بگیم این برنامه مختص این هست که ما دعا کنیم و دعامون اجابت بشه بریم. یه موقع این صحنه و این تصویر اشتباه نباشه که ما مسیحی‌ها فقط کارمون این هست که دعا میکنیم. خیر، در کنار دعا ایمان داریم که خداوند ما حکمت می در تو امور زندگیمون، هم بتونیم خوب زندگی کنیم هم به دیگران بیاموزیم. موضوع رستگاری رو باید توجه داشته باشیم. هموطنان عزیز، این شبکه شبکه ای نیست مانند امامزاده ای که شما میرید دعا میکنید و دعاتون اجابت میشه، شمی روشن میکنید، نظری میدید، خیر، بلکه هدفش نجات شما هست. آمین. که در این مسیر نجات بتونید قرار بگید، زندگی پاکی داشته باشید، در آزادی و در امنیت باشید. جا داره که
تسلیت دست کنم به هموطنان عزیزمون برای دختری به نام سحر، سحر خدایاری، که اعتراض ایشون بر این بود که چرا اجازه نمیدن زنان و دختران در مجموعه های ورزشی باشن برای دیدن مسابقات، و برای ایشون متاسفانه جریمه بسیار کلانی رو گذاشته بودن و اینکه باید در زندان باشن به خاطر این اعتراضشون و دیگر عزیزان، و ایشون خودسوزی کردن. البته یکی از خودسوزی‌هایی هستش که افشا شده، هر روزه به ما اخبار خودسوزی از جوانان میرسه به خاطر اون سختی‌هایی که در یک باور اسلامی ابیوز شده، مریض کننده، که تمام جوامع اسلامی مریض شدن متاسفانه و این مریضی رو دیگه میپذیرن، پذیرفتن، ولی امروز نسل جوان در ایران مریضی به نام اسلام رو نمیخواد بپذیره و به اینجا رسیده که دیگه نمیخواد این باور رو داشته باشه و نمیخواد نظامی بر اونها حاکم بشه. پس بنابراین به جای رسیدن که این خودسوزی رو میکنم، میشه گفت قابل درک است. عزیزان روی اینستاگرام، روی فیسبوک، روی تلگرام تایید میکنید، لایک میزنید، اما به جای لایک زدن ها فریاد بزنید، فریاد بزنید و در برابر تمام مجموعه ورزشی این روزها برید شمع روشن کنید، جوانان در کنار هم بیستید، معترض باشید به این نظام اسلامی و مجال بیشتر موندن اینها رو ندید. عزیزان هیچ کس منافع شما رو نمیخواد غیر از خدای قدوس عیسی مسیح نجات دهنده و خود شما هستید، خود شما هستید که باید دست به دست هم بدید برای سرنگونی نظام اسلامی نیز عمل کنید. 80% شما عزیزانی که به ما زنگ میزنید و براتون دعا میکنیم به خاطر مشکلاتی است که الان توی ایران این نظام ایجاد کرده. چینی ها یه مثال خوبی دارن، میگن ما به جایی که ماهی بدیم به یک شخص فقیر، ماهیگیری رو یادش میدیم. منم اینجا نیستم که عزیزان به شما بگم شما با مشکلاتتون بیاید، ما فقط براتون دعا کنیم، ما داریم به شما ماهیگیری یاد میدیم. ایران آزاد بشه 80% مشکلات شما حل خواهد شد. نجات و رستگاری رأی و انتخاب تو هست هموطن عزیزم، که خبر خوش نجات رو ما بدیم. و اگر به فیض خدا ایران آزاد بشه، من ایمان دارم که در آزادی توی ایران همون گونه که توی آمریکا و تا زمانی که کشور آمریکا تحت استعمار انگلیس بود، حتی کشیشا شلاق می‌خوردن، کشیشای پروتستان، کشیشای پروتستان تحت فشار بودن و اجازه نداشتن موعظه‌ای بشارتی کنن. زمانی که از استعمار این کشور آمریکا از تحت استعمار انگلیس آزاد شد، اون زمان بود که ما دیدیم شروع بیداری در آمریکا نسبت مسیحیت بود. اینو عرض کردم که این ذهنیتمون رو پاک کنیم، از اینکه این جمهوری اسلامی باشه مردم بیشتر مسیح ایمان میارن. خیر، چنین چیزی نیست. این جمهوری اسلامی اتفاقا اجازه نمیده مردم آگاه بشن. این جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه تا ما بتونیم مردم رو نسبت به اون حقیقت آگاه کنیم. پس خواهش می‌کنم ایمان داره مسیحی دعا کنید، نهیب بزنید، بایستید در کنار همدیگه و فریاد بزنید سرنگون باد این نظام اسلامی در نام عیسی مسیح. این نهیبه و این کشور اون موقع آزاد میشه، در اون آزادی هستش که بیداری روحانی هم خواهد اومد. الان فقط ما تو ویترین هستیم و پشت ویترین برای شما میگیم خدا محبته، اما شما میبینید که خدا در ایران سلطنت نمیکنه، شیطان داره به توسط اسلام و نظام اسلامی داره سلطنت میکنه. تشویقتون میکنم کنار هم دیگه در این اتحاد باشید. قبل از اینکه خطوط ما داره پر میشه، خطوط رو جواب بدیم، از شما عزیزان خواهش میکنم لطفاً با دعای من متحد بشید نسبت به امور زندگیتون، نسبت به آزادی کشورتون، نسبت به این که بتونید تحت اراده خداوند زندگی سالمی داشته باشید. آمین. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای همه محبتات، برای همه رحمتات، تو رو شکر میکنم برای این وقتی که مهیا کردی و ایمان دارم حضور تو با ماست، ایمان دارم حضور تو با هموطنان عزیز من هست که اینک تماس میگیرن با دعای من متحد هستن. پس مطابق فیضت به مصلحت‌های دلشون اونها را برکت بده، این شبکه و مدیران این شبکه را برکت بده خداوند، و همچنین برای جلال نامت کشور عزیز ما را از اسارت شیطان و روح‌های شریر و روح اسلام که روح دروغ هستش ای خداوند تو رهایی بده، و ای خداوند از اون سرزمین که متعلق به تو است استفاده کن برای جلال نامت در جهان، و همه اینها را در نام مسیح می‌طلبیم و با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. قبل از که تلفنی رو بگیرم نکته رو عرض میکنم. اولین وقتی برنامه ما شروع میشه
شما متوجه میشید که جملاتی هست قبل از این برنامه که اعلام میکنه مسئولیت تمام مطالب گفته شده به عهده خود برنامه گذاران هست. آمین. پس این برنامه عزیزان به مسئولیت خود من هستش. آمین. پس شبکه محبت به ما محبت میکنه و ما رو تحمل میکنه در رابطه با گفتارمون. اما اینو خواستم عرض کنم، اگر موضوعی هست، اگر کسی میخواد خرده‌ای بگیره، لطفاً به شخص خود من بگیره، من خوشحال میشم. روی فیسبوک هم خیلی عزیزان هستن که از ما تشکر میکنن، اندکی هم هستن که مخالف هستن. ولی آیا عیسی مسیح مخالف نداشت؟ آیا مردان و زنان ایمان همه ازشون راضی بودن؟ چه این چیزی غیر ممکنه؟ عیسی مسیح هم خیلی ها ترک کردم. پس عرضم این هستش که این مسئولیت رو من پذیرفتم و ایستادم و ایمان دارم خدا با من کار داره، با خدمتی که من داده کار داره و با فیض خدا ایران آزاد خواهد شد. آمین. و اونانی که آنچگان گونه که مسیح خواسته ایستادن رو سفید خواهند بود. بریم با هم یه بر این خط رو داشته باشیم. محشی جان عزیزم رو خطی. الو. با عرض ادب و سلام خدمت شما. درود عزیزم و سپاس از مهر شما. عزیز و نازنینم. خوبی شما؟ مرسی. سپاس. خیلی ممنون، خوشحالم شما رو می‌بینم. سپاس از مهر شما. عزیز دلم. خواهش می‌کنم. خدا قوت. همیشه برای شما. جان اون خواب صادقانه که من دیدم واقعا که توی روز عاشورا واقعا به حقیقت پیوست و گواهی میدم که جایی رفتم به شادت دادم بله و با دوستان بودیم آره و خیلی خوب بود که خانوم ها بودن، همونطور که واقعا اون خانومی که پیر دیدم، جوان دیدم، نوجوان دیدم، اینا همه در اون خواب بودن و این خواب صادقانه من نمیدونم دیگه رویا صادقانه من و حقیقت پیوست و خودم الان میخواستم دعای فیبرام کنیم بله ممنون تشکر. یه دعایی اگر میشه برام انجام بدین، یکم باز بدنم درد گرفته و مریض احوال شدم اینها، خیلی ممنون میشم دیگه برام دعا کنید. آمین. آمین که شما ایمان دارم آره با من هم عقیده شن و هم یاد شن کمک هم کنم. آمین عزیزم. آمین محشه جان. آمین. کلام خداوند اعلام میکنه خداوند بی انصاف نیست، یعنی انصاف داره و خادم خودش رو فراموش نخواهد کرد. آمین. اگر شما در یک چنین جایگاهی برای خدمت ایستادید که بشارت میدید، بدونید که هرچند ضعف میاد، مشکلات میاد، اما خدا با شما خواهد بود. لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. آمین. همچنین دیگر هموطنان عزیز، اگر ضعف در بدن خودتون میدونید، مطمئن باشید که خداوند ما چون زنده است به ما حیات و زندگی خواهد داد، به ما سلامتی خواهد داد. پدر عزیزم، خدای قدوس رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم محشید، تو رو شکر میکنم برای وعده های نیکوی تو که حتی یکیش هم بر زمین نیفتاده و ایمان داریم ای خدا تو مطابق فیضت عمل میکنی. یک بار دیگه میخوام افکار و دل و احساسات و حتی ای خداوندا جسم خواهرم رو ای پدر جان پوششی با خون مسیح باشه و هر آنچه که از طرف تو ای خدا نیست ای پدر جان کفاره بشه، ای روح القدس عزیزم، و قوت تو و سلامتی تو وجود خواهرم رو بگیره ای پدر جان. او رو برکت داده، برکات روحانی، برکات سلامتی، برکات مالی خداوندا، برکت حکمت برای آنچه که به عهده او سپردی برای بشارت دادن ای خدا. و دیگر هموطنان عزیزم که اینک با دعای من متعهد هستم و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت. شما رو به دستان خدا میسپارم. خواهر عزیزم. بریم با هم یه خط دیگه. خیلی ممنون. خواهش من. خواهش من. خدا نگهدار عزیزم. محمد رو داریم. محمد جان وقت شما بخیر. عزیزم آیا صدای ما رو دارید؟ لطفاً اگر میشه ولوم تلویزیونتون رو کم بفرمایید. بله. الو محمد جان. الو. میخواید ایشون رو روی جانم بفرمایید. الو محمد جان. بفرمایید. درود کشش رسول. درود با هستم. درود در شما. خوبین؟ درود در شما. بفرمین.
اول از همه که میخوام برای خودم یه دعای کنیم، برای که قبلا هم اینکه شرط المزاحمتون شده بودم، میخواستم یه قرفه دارم بفروشم که باش بتونم یه ماشین بخرم. بسلام. و ماشین هم که تصادف کرده بودم اونم خداوند یه راهی براش باز کنه، یا درستش کنیم یا بفروشیم یه ماشین دیگه بگیریم. قبلا هم مزاحمتون شده بودم. خواهش کنم. بعد از اونم یه برادر داره اینجا به نام طاهر، میخواییم دعای توبه نجات رو براش بخونی. آمین، هللویا، سلامت باشین. من گوشی رو میدم به برادر طاهر، براش دعای توبه نجات رو بخونیم براش. حتما حتما. آمین، هللویا. حتما. اسمشون طاهر؟ بله طاهر. بله، وقت شما بخیر طاهر جان. درود بر شما کشیش رسو بخواهر سمی. درود تایر جان عزیزم. خوشحال هستیم که شنیدیم که شما میخوایی قلبت مسیح بدیم. آمین. و این حقیقت برای شما مکشوف شده تایر عزیزم. آمین. تایر جان، کلام خداوند اعلام میکنه که عیسی مسیح به عنوان پسر روحانی او بر روی زمین آمد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و هر کس که به او ایمان بیاورد هلاک نمیشه. آمین. بلکه حیات جاوید خواهد داشت. آمین. و اون نجات دهنده و خداوند ما خواهد بود. آمین. آیا آنچه را که اعلام کردم قلب شما گواهی میده؟ آمین. بله. هاللویا. پس من برای شما دعا میکنم طاهر جان، لطفا با دعای من متحد شو. آنچه را که من میگم خودت در دلت لطفا اعلام بکن و جواب منو با آمین و بله بدید. سپاسگزار میشم. پس لحظه لطفا با دعای من متحد بشید. هموطنان عزیز که مایل هستید قلبتون رو به عیسی مسیح بدید تا زندگیتون پر از برکت بشه و دور از خرافه زندگی کنید. آمین. لازم است فقط با دعای من متحد بشید و جواب دعایی که من میکنم رو بدید. هللویا پدر عزیزم. هللویا روح القدس عزیزم. خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. تو رو شکر میکنم که دروازه عشق و ای خدا امید تو بر ایرانی ها باز هست. هرچند این روزها در روزهایی هستن که ایرانی ها در سختی و مشکلات هستن، اما خداوند تو با محبتت آرامش میدی و نجات و رستگاری رو برای اونها مهیا کردی. تو رو شکر میکنم برای برادر عزیزم طاهر جان. تو رو شکر میکنم برای قلب خوبش. همان گونه که خداوند کلام تو اعلام میکنه که تو یگانه پسر روحانیت را بر روی زمین فرستادی و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از سه روز قیام کرد. آیا برادرم طاهر آنچه را که اعلام کردم قلب شما گواهی میدهد؟ بله. و آیا حاضر هستی عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودت بپذیری و نسبت به گناهان گذشته هر آنچه که بوده توبه کرده، چه دانسته و ندانسته، و از این به بعد سکان زندگی تو در دستان او باشد؟ بله. هاللویا، هاللویا. خداوند مطابق آنچه که طاهر عزیز خداوند در حضور تو و فرشتگان تو و ما اعتراف کرد، اینک از تو میخوایم تو مطابق وعدت نام او رو در دفتر حیات خودت ثبت کن. آمین. و با خون عیسی مسیح افکار و دل و احساسات و گذشته برادر من رو کفاره کن. آمین. زندگی او رو تقدیس کن در نام عیسی مسیح و وجود برادر من رو از روح مقدس خود لبریز کن و به عطایایی که خداوند وعده دادی او رو برکت بده و تو جلال یاب در ادامه حیات او و به آنچه خداوند مصلحت دلش هست او رو برکت داده و مبارک بخوان. و چون همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. تبریک میگم طاهر جان. به شما تبریک میگیم برادر عزیزم. اگر سوالی داشتید مشاورین ما هستن، حتما سوالاتی هست و بسیار خوبه که سوال داشته باشیم، چون که کمک میکنه ایمان ما قوی بشه. و اگر انجیل خواستید میگیم براتون بفرست. بله بفرمایید. یه چند تا سوال داشتم. اجازه بدید چون خطوط ما پر هستش طاهر جان، اگر اجازه بدید ما یک ساعت و نیم دیگه این برنامه‌مون تموم میشه. من در خدمت شما هستم که بتونم منم روی آرامشی که دارم وقتی که دارم جواب سوالات شما رو به خوبی بدم. سپاسگزار میشم. ممنونم. عزیز شما به دست سلامت خدا. ممنونم. مثل که محمد عزیزم هم می‌خواستم برای شما باشه. فیض مسیح باشه. بله، برای محمد جونم دعا کنید. الو. جان. جونم ممنون خواستم. خیلی ممنون. عزیزی. بعد من می‌خواستم
حالا یه ساعت نیم دیگه برنامه که تموم شد. بسیار من دارم برنامه شما. بعد برای این داداش طاهرمون که درخواستی داره برای دعا کردن برای زندگی، حتما من در خدمتش، من در خدمت شما و ایشون هستم. اگر شما لطف کنید یک ساعت نیمه دیگه زنگ بزنید، من در خدمت هر دو شما هستم. بله آمین. فیض خود از من یادتون نریم بریم پیش طاهر. آخ جانم. هرگز هرگز. هر گلی یه بوی خوب خودشو داره. آمین. شما رو دستان مسی میسپارم. محمد فیض خدا ممنون از خدا بخندید. خدا برکت بده شما امروز، برای خداوند میوه چیزی. خداوند بهت برکت. آمین 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 آمین. شایسته است. خدا با شما. با شما همینطور عزیزم. در انجیل یوحنا 15 عیسی مسیح اشاره میکنه، میگه بروید، همون گفتم بروید و میوه بیاورید. بله. میوه بیارید و بله. میوه که میآورید این میوه بماند. آمین. پس صحبتم با محمد عزیز و شمایی که بشارت میدید، فقط بشارت نیست بلکه بله. باید اونها رو پیگیری کنید. باغبون نمیتونه فقط درخت رو بکاره، بلکه موظف هستش که به اون برسه، کمکش کنه، هرسش کنه، خوراک تقویتی به اون نهال بده. پس شما هم همینطور، کسی که بشارت میدید پیگیریش کنید، محبتش کنید. میگه میوه بیاورن و میوه شما بماند. آمین. و کمکش کنید که اونم میوه بیاره و میوه بیاورد. آمین. پس هر سه اینها هست، برویم میوه بیاوریم، میوه ما میوه بیاورد، یعنی تأثیر خودش رو بذاره. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. محمود هستش. محمود جان روی خط هستی عزیزم. درود بر کشیشتون. درود بر خواهرسنون. درود بر شما عزیزم. محمود عزیزم در خدمتون هستیم. محمود جان خوب نیستم کشیشتون؟ به جانم. الان 18 ماه تنه زندگی میکنم. اصلا توی خونه تنه افسردگی گرفتم. زبان شمالی هم بلد نیستم. تو خونه یه برم نون بخرم یه برم اساس بخرم بیام تو خونه، با هیچ کدومشون فقط یه سلام که تو این نشه میذارم میرم یه میشونم تو خونه. تو سلام سر رفت که افسردگی گرفتم. قلبم درد گرفت که توی خونه این خونه رو چند بار به شما گفتم دعا کردید. خواهر مریم کشیش الهام این خونه فروش نمیره، اجاره نمیره. کشیش رتو خسته شدم. دعا کردم که من یه خواهر ایماندار گیرم بیاد باش ازدواج کنم. اصلا دینم یه جوری شدم، اصلا فکر میکنم من مسیحی نیستم اینجوری حس میکنم. نه این سرزنش شیطانه توی ذهن شما ایجاد میکنه. بعد حالا اگر اگر محمود جان تنم میلرزه، پاهم میلرزه. اول اینجوری نبودم، قشنگ میرفتم قرضی میدادم راجع به خدا و عیسی مسیح. الان قرضتشو ندارم دیگه حرف بزنم. جان خب شما بله شما گفتید کلام رو دارید محمود جان، توی خونه میخونید خودتون؟ بله من کلام داشتم آوردم دادم به یکی، دادم به دخترم، یکی هم دادم به یه دوست دیگه تازه ایمان آورده، خواهر مریم براش خوند دعای نجادو. الان کلام ندارم، قراره یکی برام بفرستن. لطفا کلام خودتون رو خودتون داشته باشید. بله. و هر روز یک ایماندار نکنه. من همیشه تعلیمم این بوده، یوشعی 1:8 میگه کلام مرا بخونید و وقتی میخونید برای شما کامیابی میاره. اعمال رسولان 1:8 هر دوم 1:8 است، میگه از روح من پرشید تا اون قوت رو بگیرید. شاید عزیزانی که هنوز مسیح ایمان نیاوردن اینو درک نمیکنم، برای درک بیشتر میگم این تراپیه. بله. این شستنه، این پر شدن از اون شادی و اون انرژی مثبت که دنیوی ها میگن. ما در کلام خداوند حتی در علم هم چیزی به عنوان انرژی نداریم از کسی به کسی انتقال پیدا کنه، اما این روح خداست که انسان به خاطر اون آفریده شده و ما در خواندن کلام اعتمادمون به وعده خدا بسیار میشه و در پری روح القدس این قوت رو میگیریم. تشویقت میکنم محمود عزیزم
که با کلام رو بخون، اما میخوام الان برات دعا کنم. آمی. مطالب بسیاری دارم برای شما، چون وقت ما کم هست. اگر برات مقدور هست شما هم لطف کنید بعد از برنامه با من تماس بگیرید. دوست دارم دقایق بیشتری با شما صحبت کنم. آمی. که نسبت چون مشخصاتی که شما دادید، شما الان یک دیپره، یک افسردگی خیلی جزئی رو دارید البته، و میتونه این شدید بشه، خوب نیست. هرچند خود افسردگی هم چیز بدی تا یک مدت زمانی نیستش، یک اخطار هست که داره میده به شخص، اما احتیاج به کمک دارید. اگر اجازه آمد. بدید من بعد از برنامه با شما بیشتر صحبت خواهم کرد نسبت به اینکه چگونه عمل کنید تا آزاد بشید از این افسردگی. خواهش کنم. ولی بیا برات میخوام یه دعایی کنم. بیا برات یه دعایی کنم. حتما. پس اجازه یه دعایی کوتاهی براتون داشته باشم. و دیگر هموطنان عزیز که تصور میکنید که خسته خاطر هستید، مایوس هستید، ناامید هستید، نگران هستید و هیچ امیدی نمیبینید، لطفا با دعای من متحد بشید که این آرامش خدا بر شما باشه. آمین. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، برای محمود عزیزم تو رو شکر میکنم، قلب خوبش. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق فیضت عمل کن و افکار برادر من رو همکنون بشوره خدا. تمام اون دلایلی که امروز باعث ناامیدی شده از اون شسته بشه، فقط یک دلیل بر ذهن برادر من باشه و اون دلیل خداوند محبت تو باشه، عشق تو باشه، رستگاری که تو به او هدیه کردی باشه ای پدر جان، و قوت تو و پوری روح القدس ای خدا با او باشه و ای خدا به مصلحت‌های دلش تو او رو برکت بده در نام عیسی مسیح. آمین. 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 که با ایمان بپذیرید. شما رو دستان مسیح می‌سپارم. فیض خدا باشه. یه ساعت نمی‌دونید. لطف کنید. لطف کنید. زنگ بزن عزیزم. فیض خدا باشه. خدا نگهدار ما. بریم خط دیگه رو داشته باشیم. ممنون. من زهرا رو می‌گیریم. زهرا جون یه بار اومدن روی خط. زهرا I would like to have زهرا. Yeah. Thank you. زهرا جان روی خط هستی عزیزم. الو. الو سلام. درود بر شما عزیزم. بفرمایید. الو سلام. درود بر شما. خوبی؟ سلامتی؟ سلام بر تو دست رسول. سپاس از مهر شما. عزیزم. یه دعای داشتم. جان بفرمایید. دعا کردم گرفتم مرادمو. هللویا. خدا رو شکر. دعا کردم سرم از زندان بود. بله. زندگی من خیلی خرابه. آجان. یه ما درخواست یه دعای داشتم تا سر من معتاد است. خیلی متاسفم. حالا زندان و دفعه دعا برام کردید آزاد شد. هللویا. حالا این دفعه خیلی معتادی. هر کاری هم میکنیم شب مثلا میریم میبریمش کم هر جا میبریمش هم میاهنی شروع میکنم. پسر شما چند سالشه زهرا جان؟ پسرتون چند سالشه؟ داداش پسرم 27 سالشم. شما خودت زهرا جان به مسیح که ایمان، شما خودت به مسیح ایمان دارید درسته؟ درسته ایمان دارم، ولی هنی ایماندار نشدم که دعاش بخونم. من درویشم، میدونی درویش؟ بله بله. گروه درویش هست از بله خدا رو شکر، اشکال نداره. نه کنید زهرا جان. بله. زهرا جان اجازه بدید، قرار نیست ما نیومدیم که دین و باور شما رو بگیریم، هرگز. اینجا ما هستیم خبر خوش نجات رو میدیم. وقتی شما زنگ میزنید به ما، یعنی مسیح رو قبول داری که در نام مسیح آنچه که بخوای به شما داده خواهد شد. پس این قلبت هست، این فکر شماست، اینو پذیرفته. زمانی که شما به مسیح ایمان میآورید، دال بر این نیست که شما که به مسیح ایمان آوردید حالا باید یه شمشیر دستت بگیری با باور خودت با دیگران بجنگی، هرگز. بلکه شما پذیرفتی خدا آنقدر تو رو دوست داره که یگان پسر روحانی، پسر یعنی شبیه، یعنی روح خدا. در قرآن هم سوره مریم این قسمت رو به درستی داره میگه که به توسط جبرئیل میگه روح خدا رو بر مریم دمیدش. پس بنابراین روح خداست که جسم پوشیده و به خاطر گناهانی که ما دیگه قادر نبودیم ازش آزاد شیم، حتی شریعت نمیتونه ما رو از این گناه آزاد کنه، مسیح بهای جریمه گناه ما رو داد روی صلیب. حالا که جریمه‌شو داده، هر کس به مسیح ایمان میآورد اون نجات داره. آیا شما اون چرا که من گفتم قلبت گواهی میده زهرا جان؟
خدا رو شکر. پس شما اینو بدون، پس شما خواهر زهرا، شما قلبت مال مسیحه. بذار برای تو دعای نجات رو بخونم و شما به مسیح ایمان داشته باش و این رو بدون، خدا به توسط روح القدس شما را در مسیر اراده خودش برکت میده تا تشخیص درست رو بدی. خدا رو شکر برای موجه درابیش عزیز ما که در ایران هستن، اونها هم در پی حقیقت هستن، اونها هم به دنبال این هستن و مسیح رو روی سکوی محبت و عشق میبینن، عیسی مسیح رو. هیچ درویشی نیستش که بگه عیسی مسیح اصلا مورد قبول من نیستش. پری وقتی شما قلبتو به عیسی مسیح میدی، شما مذهب جدید نمیگیری، چون ما اینجا همه لامذهب هستیم، ما کاری به مذهب نداریم. سرور ما عیسی مسیح لامذهب بود. پس تشویقت میکنم قلبتو به مسیح بده، اجازه بده. وقتی شما قلبتو به مسیح میدی، اجازه میدی مسیح در زندگی تو کار کنه خواهرم، و بعد دعا کنیم پسر تو هم به مسیح ایمان بیاره، اونم آزاد میشه از اسارت اعتیاد. لطفا لحظه با دعا اسم پسرت هم به من بگو. اسم پسر چیه زهرا جان؟ رضا. ای جانم لحظه زهرا جان، چشم تو ببند. بله. چشم تو ببند و دیگر هموطنان عزیز. بله. این فرصت طلایی و آسمانی است که خدا به ما داده. آمین. تا ما از مذهب آزاد بشیم، دستمون تو دست خدا باشه، بین ما دیگه انسان دیگه ای نباشه، انسان با خدا باشه. اگر میخوای دست خدا رو بگیری، قلبتو به مسیح بده. هم وطن عزیزم، لطفا من از شما توی دعا سوال میکنم، میتونید آمین و بله بگید. خواهر زهرا، هللویا هللویا. خدای قدوس پدر آسمانی، ایمان داریم که خداوند همون گونه که در کلام تو آمده است که تو هستی قلب ما رو در قلب انسانهایی که به دنبال حقیقت هستن میکوبی، و اگر اجازه بدن تو هستی که با اون افراد زندگی میکنی. تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم زهرا، برای قلب خوبش، و شکر میکنم این حقیقت رو تو برای ما مکشوف کردی که بهر گناهان بشریت جسم پوشیدی و بر روی زمین آمدی و بهر گناهان ما روی صلیب رفتی و بهای گناه را دادی، هرچند مردی اما پس از سه روز قیام کردی. آیا خواهرم زهرا آنچرا که گفتم قلب شما گواهی میدهد؟ بله. و آیا حاضر هستید نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و ندانسته، توبه کرده و از این به بعد عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودتون میپذیرید؟ بله. هللویا هللویا. خداوند مطابق اعترافی که خواهرم در حضور تو و در حضور فرشتگان تو و ما انجام داد، اینک از تو میخوام تو مطابق وعده‌ات ای پدر عزیزم، افکار و دل و احساسات خواهر من رو کفاره کنی، گذشته او رو با خون مسیح کفاره کنی و نام زهرا رو در دفتر حیات خودت ثبت کنی و وجود خواهرم از روح مقدس تو لبریز بشه، خانه او تقدیس بشه، افراد خانواده او ایمان به تو بیارن و تو جلال یابی. پسرش رضا رو به حضورت میارم، رضا رو ملاقات کن، حقیقت تو بر رضا مکشوف بشه، عیسی مسیح، و او از اسارت اعتیاد آزاد بشه و در بین جوانان نام تو رو جلال بده و بشارت بده. و چون همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن خواهرم. به شما تبریک میگم. تبریک میگم زهرا جان عزیزم. میگم با شما در تماس باشم براتون انجیل رسونم. با اگر پسرت، اگر رضا جان مایل بود با کسی صحبت کنه برای ترک اعتیاد، من در خدمتشون هستم، مشاورین ما هم در خدمت برادرمون هستم. آمین. شما رو به دستان مسیح بسپارم. آمین. خدا نگهدار زهرا جان. فیض خدا باشه. خدا بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. فاطمه رو بگیریم. هدف اصلی ما همین است، نجات ایرانی ها، رستگاری. دیگه کنار این میاد نیازهای ما برطرف میشه. مبادا ما فقط دعا کنیم نیاز اون برطرف بشه، نجات نداشته باشیم. بله. یعنی نیاز ما نکنه نجاتی که مسیح به ما داده قربانی نیاز ما بشه. بارها گفتم ما مذهبی فکر نمی کنیم. امامزاده های مرده کارشون اینه که برید دعا کنید، فالوپالگیری ها، آخوندا. ما ایمانداران مسیح دعا میکنیم تا شما نجات پیدا کنید. آمین. رستگار بشید، اقتدار خداوند رو داشته باشید، نه تنها خودت دعات اجابت بشه، بری برای یکی دیگه هم دعا کنید اونم دعاش اجابت بشه. آمین. وقت شما بخیر خواهر فاطمه عزیز. فاطمه جان عزیزم روی خطی.
الو سلام خانم. درود بر شما. جانم درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. سلام بر برادر رسول. سپاسم مهر شما. خواهر فاطمه عزیزم. سپاس. الان چند هفته دیگه من با شما تماس نگرفتم. خیلی ناراحتم. در حال حاضر خیلی دلگیر شدم. ناراحتم. جانم جانم. من در خیلی. قصدم گرفته. اما برای من یه دعای خیلی عالی بکنید. دلم باز بشه. بچه هم به طرف من بیان. آمین. بچه هم من ناراحت میکنن. همه درگیرم برادر رسول. از تو خواهش میکنم. حتما یه دعای خیلی خوب الان با الان از سمی جان خواهش می‌کنم برای شما دعا کنن، منم با ایشون متحد میشم. آمین. با هم دیگه. خواهر فاطمه عزیز نگران نباش، اگه دلت شکسته اینو بدون خدا هم کنارته. جانم کلام خداوند اعلام میکنه که خدا در کنار شکسته دلان است. درسته اون موقعی که دل ما میگیره خیلی حس بدیه، ولی این حس هم داشته باشیم خدا کنارته خواهر. آمین. و خدا تو رو تو آغوشت داره. آمین. لحظه چشمتو ببند. از سمی جان میخوام که با اون قلب خوبش برای شما دعا کنه و این آرامش رو بگی، این تسلی رو بگی ازش. آمین. اگر کسی تو دلت هست که میبینی اذیتت کرده، آزردت کرده، ببخشش. ببخشش رو دستای مسیح. و این رو بدون که اون زمان هستش که وقتی وجود ما خالی میشه از تمام اون چیزی که آزار رو میده، مانند کینه و نفرت، محبت خدا اون رو پر خواهد کرد. آمین. خداوند شکرت میکنم خواهرم فاطمه رو به حضورت میارم پدر جان. اول از همه میخوام که باران روح القدست رو بریزی روش. آمین. و اون چی که باعث دلنگرانیش و ناراحتیش شده خداوند نهیب میزنم این مسیح زنده من، چون تو گفتی خودت و اهل خانوادت نجات پیدا کردی. خداوند هر آنچه در زندگی خواهرم نمیپسندی دور میکنم در نام مقدست از اون و فرزندانش. خداوند بگذار که دوباره این خانواده با عشق نام تو رو جلال بدن پدر جان، و اون چه صدا میاد از اون خانواده صدای عشق و آزادی باشه پدر جان. صدای شد. سلامتی باشه خداوند، خبر برکت تو باشه این مسیح زنده من. هر آنچه که خواهرم دوست داره رو به حضورت میارم پدر جان، چون همونطور که پدر من هستی پدر ایشون هم هستی و اون شاهزاده از خداوند و میتونه هر چیزی رو از تو بخواد، و تو پدر دلسوزی هستی که آمی. به تقاضای فرزندانت با جون خودت روی صلیب و قیامت خداوند جواب دادی. عیسی مسیح زنده. و همه اینا رو به نام مقدست، به نام پدر، پسر، روح القدس به حضور داوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت کن خواهر فاطمه عزیز. شما رو به دستان مسیح میسپاریم. آمین. و با ایمان بپذیرید جونم. جان. جان. انجیل داری فاطمه جان؟ آمین که آمین با فیض خدا. آمین که با فیض مسیح جواب داده شد. آمین. و ازت تقاضا میکنم که فاطمه جان اگر انجیل خونه داری بشین انجیل بخون. آمین. من هر موقع، بالاخره ما انسانیم روی زمین زندگی میکنیم، ولی هر موقع مسئله پیش میاد، گرچه ما همه فکر کنیم تو آمریکا هستیم و هیچ مشکلی وجود نداره، بالاخره ما کار میکنیم، زندگی داریم، من بچه دارم، خانواده دارم، همینطور کشیش رسول عزیزم، ولی بهترین مرهم و تو زندگی خودم من واقعا کلام خداوند بوده. براب. چون هر موقع مسئله پیش اومده من به حضور خداوند رفتم، واقعا در روز زانو زدم روی مبل خونم نشستم و ازش خواستم که همه چیزو خودش تیکر بکنه. آمین. همه رو به قول انگلیسی ها میگن surrender everything، همه رو تسلیم خود عیسی مسیح کردم. میخوام این کار رو خواهرم عزیز دلم بکنی و جای این اشکایی که از ناراحتی به عنوان یک مادر الان من صداشو میشنوم اشک شادی باشه. آمین. ولی خداوندم پدر ماست و میخواد ما باهاش رابطه داشته باشیم، همچنین که شما دوست داری فرزندان با تو رابطه داشته باشن، خداوند ما هم به عنوان پدر واقعا زنده ما میخواد ما این رابطه رو باش داشته باشیم. آمین. و این رابطه هم واقعا فقط و فقط از طریق کلام زنده است که اون میخواد صدای ما رو هم بشنوه، باهاش صحبت کنیم، گفتگو بکنیم، چون اونم پدر ماست و منتظر هستش که ما این رابطه عاشقانه رو از طریق کلامش هر روز با همیشه کشیش رسول هم میگن
اول وقت صبح تو و آخر وقت شب تو به خدا بده، به پدرت بده، ازش تشکر کن و بابت هر چیزی که در زندگیت هست همه رو به خودش بسپار. آمین. میخوام آمین. که این کار شما هم انجام بده با فیض مسیح، با سپاس شما رو توی دستای خداوند میسپارم. خواهر عزیزم، ایمان دارم که خداوند عمل کنه. جانم آره در رسول یه زادگاهی دارم 13 مهر، میخوام برای من دعا بکنید. حتما موفق بشید. لطف کنید سه شنبه ساعت 5:30 به وقت ایران، سه شنبه بعد از ظهر با ما تماس بگید، توی کلیسا براتون دعا خواهیم کرد. حتما خواهر فاطمه شما رو به دستان مسیح میسپارم. خیلی وقت زنگ بزنم تماس بگیرم ولی همش فراموش میکنم. در خدمت شما. من از اتاق فرمان میخوام از اتاق فرمان خواهش میکنم که سه شنبه شما رو ما بس کنه. ما خطوطمون پر هستش با عرض پوزش، شما رو به دستان مسیح میسپاریم. فیض خدا با شما. ممنونم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بریم خط دیگه ای رو بگیریم. مهرنگیز رو داریم. مهرنگیز جان عزیزم رو خطی. الو. آیا صدای ما رو داری؟ مهرنگیز جان درود بر شما. آیا صدای ما رو دارید شما؟ الو. الو سلام عزیزم، خواهر صمیم عزیزم. درود عزیزم. برادر عزیزم. برادر عزیزم که شیخ رسول گل. سپاسم مهر شما. قربون شما دوتا دارم. قربون شما دوتا دارم. منتظر بودم تا با تو نرسیدم. ای جانم. من زندگی رو از شما دارم. زندگی رو از شما دارم. همه ما از مسیح داریم. من خودم ایماندارم، 20 سال ایمان دارم ولی افسردگی شدید گرفتم. افسردگی شدید دارم. بچه ها میخوام برن خارج، برای اونا ناراحتم، افسردگی گرفتم. با پسرم میخوای مغازه بزنه، میخوای مغازه باتری فروشی بزنه. میخواستم که برای دعا کنی که تو کارش موفق بشی. آمین. کسی دل سردش نکنه، دل سرد نباشی. آره برای خودم افسردگی دارم، دعا کن. برای محسنم که میخوام مغازه بزنه، دعا کن که با پدرش و برادراش ناراحتی پیش نیای. قربون دوتاتون برم. لطفا دحسه مهرنگیز جان عزیزم. جونم عزیزم. مهرنگیز جان من برای شما دعا میکنم. بعد از دعا من میخوام قسمتی از کلام خدا رو سمی جان بخونه. آمین. و بدونیم چگونه ما باید زمانی که توی مشکلات هستیم دعایی که میکنیم چه اتفاقی برای ما باید بیفته. آمین. در این رابطه با ایمانمون که کمک میکنه مبادا بترسیم و افسرده بشیم. لطفا بعد از دعا که با شما از شما خداحافظی میکنم توجه کنید. دیگر هموطنان عزیزم رو نیز تشویق میکنم که چند دقیقه لطفا منو تحمل کنم. بعد از دعا میخوام مطالبی رو که هست صحبت کنم در رابطه با این موضوع که بتونه کمک شما بکنه که افسرده نشیم اگر تو مشکلات و سختی هستیم. لطفا مهرنگیز جان با دعای من متحد شید. هللویا ای پدر عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت، برای خواهرم مهرنگیز تو رو شکر میکنم برای قلب خوبش. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح خواهر من رو خداوند و افکار و دل و احساساتش رو بشور از هر آنچه که او رو نگران کرده، خسته خاطر کرده، و قوت تو و آرامش تو ای خدا در او باشه بیشتر از گذشته. او رو برکت بده مصلحت‌های دلش. به طور خاص برای پسرش محسن جان دعا میکنم. محسن عزیز و خداوند حکمت بده تا بدونه نسبت به بیزینسش چه کار کنه و تو همراهی کنه روی خدا برای پیروزی‌هاش روی زمین. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت. شما رو به دستان خدا میسپارم. لطفاً توجه بفرمایید. لطفاً توجه بفرمایید به عرایز من. شما رو دستان مسیح میسپارم. آمین. باش. من کجا برم؟ شما رومیان 15:13 شما به دستان مسیح میسپارم. خدا نگهدار مهرنگیز جان. هموطنان عزیز، ما میدونیم که کلام خداوند اعلام میکنه، مسیح میگه اگر به من ایمان داشته باشید. به چی ایمان داشته باشید؟ یعنی به اینکه عیسی مسیح، اینکه مسیح خداونده، اینکه عیسی مسیح پیغمبره. به چی باید ما ایمان داشته باشیم؟ منظور از ایمان این هست که اگر ما ایمان داریم که عیسی مسیح پسر روحانی خداست، خداوند جسد پوشیده است و بر روی زمین آمد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت
و مرد و پس از 3 روز قیام کرد و روح قدوس خودش رو، روح القدس رو نیز به هر ایمانداری که به او ایمان میآورد میدهد و ما نیز به فیض او بخشیده شدیم و اگر در وفاداری با او بمانیم رستگار خواهیم شد. این ایمانه. آیا ایماندار مسیح هست که این ایمان رو نداشته باشه و تولد تازه داشته باشه؟ چنین چیزی غیر ممکنه. همه ما میگیم ایمان داریم، پس ایمان شما استوار هست. آنچه را که بعد از ایمان شما لازم هست در امور زندگیمون روی زمینی که حمله های شری و شیطان هست، مشکلات و سختی ها هستش، بی حکمتی خود ما هست، امیده که ما این امید رو داشته باشیم. همون مقدار ایمانی که ما داریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، این امید رو داشته باشیم که این امید به ما میگه خداوند با ماست. آمین. خداوند رفع مشکلاتمون رو میکنه، خداوند ما رو شفا میده، خداوند به ما تسلی میده، خداوند نیازهای ما رو برطرف میکنه. خدا این امید اونقدر قوی هستش که ایمان داریم، امید داریم که ما رستگار خواهیم شد. ما داوری نمیشیم تا محبت خدا رو ببینیم دوباره. از این رو پولس رسول در نامه اول قرنتیان 13:13 اعلام میکنه و حال 3 چیز باقی است، یعنی ایمان به عیسی مسیح و کار مسیح و امید، یعنی امید زنده، امید جاوید که به توسط روح القدس هست. امید دارم خدا در زندگی من داره کار میکنه، نه فقط 2000 سال پیش به خاطر گناهان من مرد، بلکه بعد از اون این امید در من هست. اگر ما این امیدو داریم، پس ایمان من تعریفش این نیست، هرچی خواستم شد، این ایمانه. برای همین هست بعضی از عزیزان تماس میگیرن میگن ما ایمانمون خیلی ضعیف شده. نه یعنی چی؟ یعنی دیگه عیسی مسیح تا دم صلیب رفت اما نرفت روی صلیب، ایمان ضعیف یعنی این شده؟ یا رفت روی صلیب بعد گفت پشیمون شدم منو بیارید پایین، یا رفت و مرد ولی قیام نکرد، ایمانم ضعیف شده؟ یعنی این ما ایمان داریم به آنچه که مسیح انجام داده، ایمان ما هرگز ضعیف نمیشه. اما شما میتونید بگید من این امیدو ندارم و این امیدو باید تقویت کنید. برادرم، خواهرم، یوشع 1:8، با کلام خدا، اعمال رسولان 1:8، به توسط پری روح القدس شما ایمانت تقویت میشه، امید تقویت میشه. ایمانت نه، امید تقویت میشه و این امید هست که به شما این آرامش رو میده، این چشمنداز رو میده. آنچه را که شما میخواهید امروز نمیبینی، به توسط روح القدس میبینی، امید داری. همان گونه که در نامه عبرانیان 11:1 اعلام میکنه که امید، ایمان یعنی امید به چیزهایی که نمیتونی ببینی، دلیلی براش نداری. هموطنم، پس تو ایمانت خوبه، هرگز نگو ایمانم ضعیف شده. وقتی میگی ایمانم ضعیف شده، یعنی که عیسی مسیح اطمینان ندارم واقعا مرد و قیام کرد. حقیقی حقیقت روح القدس برای تو باز کرده، امیدت رو باید تقویت کنی. تقویت امید شما کلام خداست و پری روح القدس هستش. لطف کنید. پس میگه اول حال 3 چیز باقی است، یعنی ایمان، امید و محبت، که ما محبت مسیح رو 2000 سال پیش دیدیم، محبت مسیح رو هر آن میبینیم. من ایمان دارم به عیسی و امید دارم به کار مسیح در زندگیم و نیز محبت مسیح رو خواهم دید در اجابت دعا، در رستگاریم. اما بزرگتر از اینها محبت هست که در مسیح در من به توسط روح القدس کار میکنه و من باید در دیگران رو محبت بکنم. و دیگر ما در محبت هستیم، نهایتا در آسمان ما نزد محبت هستیم، یعنی خدای محبت هستیم. پس هرگز نگو ایمان من ضعیف شده، ایمان تو ضعیف نشده. هموطن عزیزم، درسته عیسی مسیح زمانی به اطرافیان خودش میگفت ایمان ضعیفه، چون هنوز تا اون زمان به خاطر گناهان اون روی صلیب نرفته بود بمیره و قیام کنه، ولی وقتی که مرد و قیام کرد ما این ایمان رو داریم، ایمان ما استواره. امیدت رو باید تقویت کنی به توسط روح القدس. اگر لطف کنید رومیان فکر میکنم 15:13 رو بخونید، نامه رومیان 15:13. چون اگر مرده ها در روز قیامت زنده نخواهند شد، بنابراین مسیح هم زنده نخواهد شد. و اگر مسیح زنده نشود است، نامه رومیان، یه لحظه، این اول قرنتیان، نامه رومیان 15:13.
این کتاب مقدس قدیم رو برده بودم شاید بعد 15 سیز. بنابراین برای شما قوم‌های غیر یهودی دعا می کنم تا خدایی که سرچشمه همه امیدهاست، یعنی برای همه، پولس رسول میگه فقط نجات برای یهودی ها نیست، نجات برای همه هست، هر کس که مسیح ایمان می آورد. بله، تا خدایی که سرچشمه همه امیدهاست، سرچشمه همه امیدهاست. آمین. بعد چی شده؟ به شما برای ایمانی که به او آوردید، پس ایمانی که آوردید، خب ایمانتون ثابته، بعد؟ بله، آرامش و شادی عطا کند. چگونه؟ تا به یاری روح القدس امیدتان روز به روز افزون شد. واو، به توسط روح القدس. هموطن عزیزم، شما نمیتونی بگید چون من به عیسی مسیح ایمان آوردم حالا تو مشکلات هستم، و این مشکلات پس نشون دهنده اینه که من ایمانم ضعیفه. هرگز، هرگز ایمان ما مساویه با اجابت دعامون نیست عزیزان، این یک سوء تفاهمه. ایمان من به مسیح استواره، ایمان آمین. من مساویه با امیده، امیدی آمین. که به من محبت خدا رو نشون خواهد داد. آمین. پس چرا افسرده ای؟ چرا نگران هستی؟ چرا میترسی؟ هموطن عزیزم، از روح خدا پر شو، از روح القدس. آمین. و اون هست که تو رو تسلی میده، به تو قوت خواهد داد. کلام خدا میگه ضعیف بگوید من قوی هستم. احساس ضعف میکنی؟ احساس ترس میکنی؟ اعلام کن همین الان، در مسیح قویم، در مسیح قوت دارم، در مسیح سالم هستم. آمین. و من رو خدایا از روح مقدس خودت لبریز کن، و اون موقع میبینی چرا افسرده برادرم، چرا افسرده خواهرم. هاشا که فرزندان خدا در ضعف زندگی کنن. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. قطع شد و سحر قطع شد. مونا هستش. مونا؟ الو. وقت شما بخیر. بفهم خواهش کنم. بفهم. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. بفهم. خسته نباشید. پاینده باشید. بفهمید. عزیزم. فیض خداوند با شما. همچنین با شما باشه. خواهرم بفهمید. حالا هستم، از ایران زنگ میزنم. لطف میکنیم جونم، در خدمتون هستیم. بفرمایید. قربون محبتتون برم عزیزی. من چند موقع پیش تماس گرفتم با یه آقایی، نزدیک چهار سال آشنا شدم. بعد اون وقت مسیحی نشده بودم. درست. دیگه تماس گرفتم با این کانال و من مسیحی شدم و از ایشون درخواست کردم که واسم دعای خیلی بکنن که به این آقایی که دوستش دارم برسم. بله. بعد آنها زحمت کشیدن، من با اون آقایی که چند سال تو زندگی مثلا آشنا شدم. الان ما عقد کردیم تقریبا 3 ماه. قربان شما. بعد 3 ماه ما چیزی نام زدیم. بله. بعد از ایشون پرسیدم، گفتم میخوام عقد محرمیت مسیحی بخونیم. بردم گفتم اون آقا باید 30 نامزدت باشه. بعد دیگه گفتم خب شبی باشه که بیاد اینجا با هم دیگه مثلا زنگ میزنیم به این شماره عقد مسیحی واسمون بخونن. بله. الان که تشریف ندارم، ولی از شما یه خواهش دارم واسمون دعای برکت بخونیم. آمین. حتما. آمین. دعای رسولتی. اسمشون هنا هست؟ هنا. هنا هست. خب هنا جان. هنا جان. خب جونتون بده برام. اگر همسر شما مایل هستن بعد از این برنامه، هر موقع که ایشون هم اومدن، اشکال نداره، بعد از این برنامه، بله بعد از این برنامه، من پیوند اینو به ما مسیحی‌ها عقد نداریم، ما پیوند داریم، پیوند مسیحی رو میخونیم. بله، عقد یک قرارداده که توی اسلامه، اما ما پیوند. چرا میگیم پیوند؟ چون دست شما تو دست همسرت و اون دستت تو دست مسیح خداست. اگر یه موقع این دستا جدا بشه، این دوتا دستا تو دست خداست، هرگز جدا نمیشه. توجه؟ پس یه دست تو دست زن و شوهر، تو دست هم، اون یکی دستشون تو دست خداست. به این میگن پیوند. اسلام قرار داده. از این رو هستش که تشویق میکنم عزیزانی که مسیح ایمان آوردید و عقد اسلامی خوندید، لطفاً زنگ بزنید اگر مایل هستید.
ما قرارداد و عقد اسلامی رو باطل میکنیم، مهریه هم دیگه نیست در کار، مهریه به عنوان یک بیزینس و یک قرارداد هستش. مهر ما همه اون محبت مسیح هست که در دل ما نهفته است. البته مطیع قوانین یک کشور باید باشیم در زمانی که توی قلمرو خدای نکرده طلاق قرار میگیریم، اما ما مسیحی ها پیوند داریم، ما هیچ قراری نمیذاریم. عشق، عشق قرار نمیذاره. کدوم عشقی میتونه قرار بذاره بگه من تو این ساعت در روز به فکر کسی که دوستش دارم باشم، یا در طول روز چهار بار بزنم یا شوهرم بگم دوستت دارم؟ بیا با همدیگه حنا جان لحظه دعا کنیم لطفا. ولی تشویقت میکنم همین امروز با نامزدتون صحبت کنید لطفا. خوشحال میشم که پیوند مسیحی شما رو بخونم. آمین. لطفا لحظه چشمتون رو ببندید و با دعای من متحد بشید. اسم همسرشون رو گفتن؟ اسم همسرش چیه حنا جان؟ پرویز. پس لحظه با دعای من متحد شید. هللویا ای خدای قدوس، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم حنا، برای برادر عزیزم پرویز جان. از تو میخوام مطابق فیضت عیسی مسیح این تو باشی که پیوند عزیزان رو ای خداوند گره میزنی، قلب های اینها تو دستای تو باشه که ریسمان سوم هستی و هرگز گسسته نمیشه. پس مبارک بخوان عزیزان رو در کنار هم، در کنار خودت ای خدا، به مسائل های دلشون، به شرایط زندگیشون ای خدا، و هر آنچه که ای خدا تو نیکو میپسندی، و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان بپذیریم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. منتظر تماس شما و پرویز عزیز هستم. فیض خدا باشه. ممنون. یه لحظه ببخشید تو رو خدا، من یه درخواست دیگه داشتم. اگر اشکال نداره حنا جان، حنا جان، موقعی که زنگ میزنی دوباره اون درخواستم بگو، برات مینویسیم و دعا میکنیم. عزیز همسرشون نیستم. بله، مرسی. اون زمانی که تماس گرفتید. مرسی حنا جان. موزه تلفنه. چشم، مطمئن میشه این درخواست تو رو خدا واسم چیز بکنی؟ حتما. مادرم خیلی مریض. اسم مادرتون چیه؟ اسم مادرتون چیه؟ اسم مادرتون چیه؟ صدیقه منصوری. صدیقه. چشم، چشم. حتما، حتما، حتما. واسش دعا بکنی که خوب بشه. آمین. با فیض مسیح. آمین. آمین عزیزم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. فیض خدا باشه. ممنون. خیلی ممنون. دست درد نکنه. خواهش کنم. عزیز، شما رو به دستان مسیح میسپارم. عزیز، یکی از کارهایی که باید ما ایرانی هایی که مسیح ایمان آوردیم تمرین کنیم درش این هستش. خورده نمیگیرم از کسی، اما اینو بدونیم، اگر ما امیدی داشته باشیم، این امید چهره شما رو چگونه میکنه؟ شاد. آها، این امید چهره رو میخندونه، شاد میکنه. در نامه عبرانیان 4:16 نیز اشاره میکنه، میگه با دلیری میریم در حضور خدا. آمی. چرا که میدانیم نجات دهنده ما، کاهن ما زنده است. چرا با غم، چرا با اندو؟ موقعی که با غم میفهمم احساساتمون رو در زمان سختی ها، میفهمم برادرم، هم وطنم. اما خواهش میکنم، این از مذهب اومده، از مذهب اسلام اومده که با اخم، با گریه، با زاری. برای همین هستش که شخصی رو به عنوان حسین بت میکنن و در طول این روزهای متاسفانه، روزهای زیبایی که خدا به من و تو داده، اما باید افراد برن بزنن تو سر و کلهشون بت پرستی کنن و بعد حتی بعضیاشون دیگه اونقدر بیخرد هستن به زمین خودشونو میکشن، قمه تو سر خودشون میذارن. متاسفانه جمهوری اسلامی یه تعداد از این مزدوران خودش هم توی آمریکا و کانادا فرستاد که همه شناسایی شدن، البته با فیض خداوند تا روز داوریه که در ایران انجام میشه البته. اما هموطن عزیزم، ما در مسیح این گونه نیستیم. ما در مسیح شادیم. آمین. ما در مسیح اون قوت رو داریم. شما ببینید همسران شهدای مسیحی، از کشیش هایی که عزیز گرفته شده که خواهر تاکوش همسرش هست و دیگر اونها، برید به اونها بگید آیاش در دل شما کینه نسبت به قاتل همسرتون هست؟ من تا به امروز از هیچ کدوم نشنیدم. میگن ما بخشیدیم. چرا؟ چون امیدی که در دلشون هست داره نشون میده در حضور خدا. آمین. که کمال خوشی هاست همسرشون اونجا هستن و یه روزی هم اونها اونجا خواهن رفت. ولی آمین. اگر غمی در دل یک ایماندار هست نسبت به کسایی که به اونها جفا میکنن، اینه که میدونیم اونها میرن تو جهنم. ما میدونیم آخوندهایی که توبه نمیکنن میرن تو جهنم. ما میدونیم خامنه ای اگه توبه نکنه میره تو جهنم. برای همین هست اینجا هستیم.
چرا که اونها معلمین دروغین هستن، تعلیم اشتباه دادن، مردم رو منحرف کردن، همون گونه که مسیح گفت نه خودشون وارد ملکوت خدا میشن نه اجازه میدن دیگران وارد ملکوت خدا شن. برای همین دعا میکنیم خدا قلب اونها رو لمس کنه و خداوند شرایط هر چی سریعتر سرنگونی این نظام رو ایجاد کنه، چرا که اینها دارن باعث میشن مردم ما هلاک بشن. پس تو هم وطن عزیزم به مسیح ایمان داری، امید تو تقویت کن، حتی تو درد و رنج بگو خداوند شکر من ایمان دارم، خداوند تو رفع مشکل من رو میکنی، تو رفع مشکل من رو انجام دادی خداوند. ببین اگر دیدی اجابت شده، آمین. و اون موقع مشکلات همچون باری روی دوش تو هم وطن عزیزم نخواهد بود. مسیح ما زنده است، اگر مسیح ما زنده است امید ما باید در ما زنده باشه، آمین. حتی توی صحبت کردنمون مطمئن باشیم که خداوند دعای ما رو اجابت کرده. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیم. آقای محبت عزیزم روی خط هستی. الو. درود بر شما. الو. وقت شما بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم. درود بر شما. عزیز بفرمایید. من صدای شما رو دارم. بفرمایید. جانم. الو سلام شش عزیز جان، درود بر شما. عزیزی درود بر شما، بفرمایید. شما عزیزی. الو. جونم. فقط با تلفن صحبت کنید. عزیزی. متاسفانه ما صدای شما رو داریم. درود بفرمایید خواهش کنم. جانم بفرمایید. شش عزیز جان ببخشید. من یه مشکل مالی داشتم. بله. بعد میخواستم برام یه دعایی بکنید. آمین. حتما حتما. یه مشکل احتیاطم داشتم که میخواستم برام دعا کنید. آه جانم حتما. شما برادرم قلبتون مسیح دادید. خواهش میکنم که. آره عزیز دلم. بله شما بله. خدا رو شکر خدا رو شکر. پس شما باید از یک نفر کمک بگیرید برادر خوبم. آمین. برای ترک اعتیاد. آمین. نگاه کنید برادر خوبم، حتما دعا موثره. خدا رو شکر وقتی شما زنگ زدی یعنی تصمیم گرفتی. آمین. اما فقط تصمیم گرفتن نیستش، بعدش مراحل بعدی هستش، تقدیس شدن هستش، تقویت شدن هستش. شما خود 12 گام رو میدونم رفتید یا نه، میدونید مراحلی که باید طی کنید که اونم از انجیل مسیح گرفته شده. اما باید یه نفر کمک شما بکنه. آیا کسی رو داری کمکت کنه؟ خب خدا رو شکر. اگر کسی رو داری بیشتر تشویقت میکنم یه اون شخص مسیحی باشه، چون خودت هم مسیحی هستی بهت کمک کنه. اما هرگاه لازم دیدی مشاورین ما هستن، منم در خدمت هستم که با هم وقت بذاریم و تو این تصمیمت استوار باش برادر خوبم. تو ایمان آمی. خوبی داری برادرم. باید امیدتو تقویت کنی با کلام، با روح القدس. آمین. و مطمئن باش که محبت مسیح رو بیشتر از گذشته خواهید چشید که اون تو رو حمایت میکنه برادر خوبم. بیا با هم یه لحظه دعا کن. بیا لحظه چشم تو ببند برادر خوبم و با دعای من متحد شو. آمین. هللویا خداوندا. پدر عزیزم ما ایمان داریم که تو مطابق فیضت که کلام تو اعلام میکنه تو انسان رو به شباهت خدا آفریدی. هرچند خدای قدوس منحرف شدیم اما تو ما را رها نکردی، به توسط یگانه پسرت عیسی مسیح ما را دستگیری کردی و با خون مسیح کفاره کننده گناهان ما شدی. اینک به همین خون بنگر که فیض تو برمیاد که بر برادر عزیزم هست و در نام قدوس عیسی مسیح از تو میخوام که مطابق فیض زندگی برادر من رو، رابطه هاش رو خداوندا، افکار احساس او رو تقدیس کنی و تقویت کن از روح مقدس خودت، از امید خودت عیسی مسیح، و او رو مبارک بخوان و برکت بده برای جلال نامت در مسیر زندگی سالم خداوندا، که از درون و افکار و دل و احساسات و زبان به اون اسارت بگه نه و تو باشی که او رو حامی باشی ای پدر، و برادرم رو حمایت کن در سلامتی جسمش، روحش، افکارش ای خدا، احساساتش، و از او استفاده کن برای ترک دیگر معتادینی که در کشور عزیز ما ایران هستن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدم برادرم و ادامه حیاتو به دست اون تو میسپارم در نام پرجلال مسیح. آمین. آمین. آمین که با ایمان بپذیر برادر خوبم، با ایمان بپذیر. شما رو به دستان مسیح میسپارم. خدا نگهدار عزیزم.
بریم با هم یه خط دیگه داریم. علیرضا جان بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. درود بر رسول عزیزی. درود بر شما جانم. بفرما علیرضا جان صداتو دارم عزیزم. بفرما. درود خدا بر شما کشیش رسول جون و فرزندانی. سپاس از مهر شما. با مهر شما. مرسی عزیزم. خسته نباشید. پاینده باشید. شما هم همینطور. قربان شما عزیزی جانم. برادر رسول من علیرضا همسر نرگس یه چند روز پیش زنگ زدیم برای پیوند. بله بله ارادت دارم خدمتتون. بله 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 ارادت دارم خدمتتون. بفرمایید. قربان شما. خواستم یه بشارت بدم. بفرمایید جانم. من همون شب یه خوابی دیدم. بله. خوابش خواب دیدم توی امتحان نشستم. بله. یه نفر اومد تو جلسه امتحان و به من گفت که شما پاشید برید بیرون. گفتم برای چی؟ یه کارنامه داد دستم. گفت شما قبولید. هللویا. بفرمایید بیرون. آمین. جلال احمد. آمین. بدون داوری در حضور خدایید شما. آمین. قبولیتون رو قبل از امتحان گرفتید. جان. باورتون نمیشه. جان. از اون روز تا حالا من یعنی خنده از لبام یعنی نمی هر کاری میکنم یه خورده دفترم خشم باشه نمیتونم. خدا باور کنین اصلا نمیتونم بچه ها به میگن که بابا چقدر تو میخندی چه میگم نمیتونم هر کاری میکنم نمیدونم چه آمین بگو بدون امتحان قبول شدم. آمین. خب میدونیم که روح این کار روح القدسه. بله. و روح القدس به ما شادی میده. بله. امید میده. اتفاقا قبل از که شما تماس بگیرید من عرایزم به هموطنان عزیزم این بود که اگر ما از روح خدا پر بشیم. بله. از وعده خدا که در کلام خدا هست امید داریم، شادی آمی. داریم. من این رو تست کردم و تو این تست هم هستم. بله، الان که بارها شده چنین اتفاقی افتاده. وقتی از روح خدا پر شدم صورت من میخندیده، هرچند مشکلات داشتم و مردم گفتن این چجوریه که مشکل داره ولی میخنده. خدا و خدا رو شکر. آمین. خدا رو شکر. آمین. علی روح القدس. یه چیزی بگم برادر رسول، واقعیتش من خیلی مشکلات دارم. الان مشکل بیکاری دارم. بله. مستأجر هستم 50 خورده سالمه. خدا حافظ. الان صاحبخونه بهم گفته بلند شو. جانم. بعد واقعیتش نوه من تو بیمارستان، البته التماس دعا دارم. اسم نوه تون هم بگید. نوه چیه الان؟ سمی جان براتون دعا میکنه. الان سمی جان براتون. اسم نوه چیه؟ یک سال است محمد علیه. ای جانم. این تو بدنش عفونت داره. عفونتش میره بالا. ای جانم. در نام مسیح در مسی رد میکنی واقعا. لطفا لحظه ای پس علیرضا جان. مرسی از گواهی که دادی. آمین. بسیار برکت گرفتیم. بله این همون وعده خداست که کلام خداوند اعلام میکنه بدون داوری ما در حضور او خواهیم رفت و روح القدس برای شما مکشوف کرده این رو. آمین. و دور از کلام نیست، چرا که در کتاب یوئیل اعلام میکنه در روزهای آخر خداوند به توسط روح القدس خوابها میده، نبوت میده، رویاها. لطفا لحظه ما در انتهای وقت هستیم. علیرضا جان با خواهرم سمی جان در دعا متحد شید لطفا. آمین. که برای نوه و شما دعا. برای این تازه میخوایم یه خونه به اصطلاح اجاره بگیریم از اینجا بلنشین، برای اونم دیدم. حتما. آمین. حتما. لطفا دعا کنیم. سپاس کنیم. خداوند شکرت میکنم. عیسی مسیح زنده. برادرم علیرضا و نرگس رو اول به حضورت میارم خداوندا که مبارکشون خوندی، حتی ازدواجشون رو خداوندا به دستهای خودت گرفتی پدر جان. شکرت میکنم برای کشیش رسول عزیزم، برای اون خوندگی که بهش دادی خداوندا، که برای جلال نام تو خداوندا پشت این میز میشینه و نام تو رو جلال میده. خداوندا شکرت میکنم برای نوه علیرضای عزیزم. پدر جان میخوام که روح مقدس تو بریزی روش، بدنش رو بشوری خداوندا، با خون مقدس خداوندا بشوری و این نوه صحیح و سالم خداوندا محمد علی به خونه برگرده تا یک بار دیگه ما صدای برادرم علیرضا رو بشنویم که خبر شفای نوهش رو به ما میده، چون شفا دهنده تو هستی.
ای عیسی مسیح زنده، ای ایمانوئل. میخوام برکت بدی به برادرم علیرضا. پدر جان برکت آسمانی بدی پدر جان. اگر اونا قلبشون رو به تو دادن، مطمئنن که تو پدر دلسوزی هستی و برکت زندگیشون رو چندین برابر میکنی. خداوند خانه جدیدشون رو مبارک میخونم پدر جان. بگذار که خونه جدیدشون پدر جان خانه دعا بشه، خانه کلام تو بشه عیسی مسیح زنده. و مرتب ما خبرهای خوش از این عزیزان برای جلال نام تو، چون نامی بالاتر از نام تو چه در آسمان و چه در زمین نیست خداوندا. ای عیسی مسیح زنده، فقط خبرهای خوش بشنویم و همینا رو به نام مقدس مسیح جان به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین که با ایمان دریافت کنیم. هموطن عزیزم شما به دستان مسیح میسپارم. پس بریم با همگیه در این انتهای بر مرسی 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 خدا نگهدار عزیزم. ما در انتهای وقت هستیم، فقط تشویق میکنم عزیزان تا دو ساعت دیگه من در خدمت شما هستم، همچنین سمی جان، برای اینکه عقدهای اسلامی شما رو باطل کنیم و پیوند مسیحی رو براتون جاری کنیم. و خواهش میکنم اگر به مسیح ایمان آوردید میباید اینم انجام بشه و این نیست، چرا که شما با یک عقد و یک قرارداد اسلامی هستید که درش برکت نیست عزیزان. قبلا هم عرض کردم مطابق آنچرا که در خود قرآن هست براتون خوندم آیاتی رو که اصلا اسلام یک حزب بوده و برای همین هستش که باورش سیاست هستش، در سیاست قدم برمیداره، کاراش سیاسی هستش، با دروغ رفیق هست، با ریا رفیق هست، با کشتن رفیق هستش، قوانینش قوانین مرگ هستش، شکنجه هستش در اسلام. پس لطفاً خودتون رو خارج کنید از این عقد اسلامی، چون عقد اسلامی بی برکتیه عزیزان. حتما هموطنان عزیز ما بودن، زن و شوهرهایی که بسیار خوب و با محبت، اما این رو بدونیم اصلا ایرانی ها مسلمان نیستن، یعنی ایرانی ها به پیروی اسلام نه. درسته که متاسفانه درگیر خیلی از مسائل خرافاتی ماها شدیم در طول تاریخ، اما داریم آزاد میشیم. مانند همین مراسم عاشورا تاسوعا که خرافاته. توبه کنید ایرانیان، به خاطر زنجیر زدن، به خاطر سینه زنی، به خاطر قربانی کردن. مسیح یک بار قربانی شد، تمام. آمین. باید توبه کنید تا زندگیتون برکت بگیره. آمین. باید فکرتون رو، ذهنتون رو کاملا بشوید از این باور دروغین و مطمئن باشید که زندگی شما نجات پیدا کنید. سرزمین ایران مال یهوه خداست. آمین. و ما با فیض خدا دیگه نه از نظام اسلامی، تموم شد نظام اسلامی، سال 88 بود، حالا از خود اسلام میخواییم پس بگیریم. ما سرزمینمون رو از اسلام پس خواهیم گرفت با فیض خداوند. پس ایرانی خودتو تقدیس کن، پاک کن، توبه کن تا نجات پیدا کنی. آمی. و قلبت رو اگر مسیح بدی رستگار خواهی شد. آمی. بریم با هم یه خط دیگه ای رو داشته باشیم. سحر رو عزیزم، سحر جان درود بر شما بنده رسول عزیز و فرزندی عزیزم. شما این بار دوم زنگ زدیم واقعا، مرسی. بله ممنون، خدا رو شکر میکنم که تماس برقرار شد. آمین. بنده رسول عزیز اول درخواست دعا داشتم و بعد یه گواهی خدمتتون داشتم. بفرمایید سرج. دعا میخواستم برای همسرم. بله. همسرم ایمان داره خدا، و دعا میخواستم پری روح القدس رو میخوام، قوت روح القدس رو میخوام که همسرم پایه های ایمانش استوار بشه. آمین. و از چند وقتی که شیطان حمله میکنه. سعید جان اوکی. شما رو پیوند مسیحیتون هم خوندم من یا نه سعید جان؟ نه برادر، لطفا با همسرتون صحبت کنید، اجازه بدید برکت خداوند در زندگی شما بیشتر از گذشته بشه. آمین. برای این موضوع دعا کنید و با همسرتون صحبت کنید. بله بفرمایید. حتما. و برای همسرم که مدتیه که شیطان حمله ور میشه و دوست پوری روح القدس رو میخوام، از خداوند قوت ایمان رو میخوام و برای برکت و روزی. و برای برادرم که ایمان داره، دقیقا خودتون میشناسیدش و من همیشه روزای سه‌شنبه داخل کلیسا مشارکت میکنم در دعا و همیشه برایش دعا میکنید. برادرم در زندانه برادر رسول و
ناامیدی، خسته دلی، مایوسی سراغش اومده. جانم جانم. و دوست دارم دعا کنید حتما. که این امید ناامیدی ها به امید تبدیل بشه. آمین. و گواهی که از برادرم دارم، دوباره مجددا ملاقات هایی که خداوند نومیسای مسیح در زندان میکنه، یکی از گواهیام اینه که بعد از رسول اینطوری که ما به ملاقات برادرم رفتم، برادرم نقاشی از خداوند اون عیسی مسیح روی پاکه کشه بود بدون هیچ الگویی و بدون هیچ تصویری که از خداوند اون عیسی مسیح داری، چون حالا در اسلام بوده و هیچ تصویری هیچ شناختی خداوند اون عیسی مسیح رو آنچنان روی صلیب طبیعی کشید و با بال‌های بزرگ روح القدس. هللویا هللویا. اسم داداش چیه؟ ابوالفضل جانم. بله ابوالفضل. بعد از رسول دوست جان. دارم از طریق واتساپ این نقاشی رو براتون بفرستم. لطفا بفرستید. و خب بعد از رسول بخواب یعنی باور کنید پایینش دعایی که نوشته گفت یه نفر اصلا به من گفت و مطمئنم که روح القدس بوده. آمین. دعا اینه. میدونید بعد از رسول چه دعایی نوشته؟ دعای ربانی. هللویا. باور کنید که اینو من ندا رو شنیدم. گفت بهترین دعا اینه و من وقتی دعا رو خوندم گفتم این بهترین دعایی که از شبکه محبت پخش میشه. آمین. این دعای ربانی یعنی واقعا من موندم. آمین. جلال برنامه ماست. من دوست داشتم و خداوند ما همیشه با ما و هر وقتم که خداوند زنده و عیسی مسیح صدا کردیم آرامیشو به ما داد. آمین. و باز هم ازش کمک میخوام با دعاهای شما. عزیزه بیاد با هم دیگه، ما در انتهای برنامه هستیم، لحظه برای شما ابوالفضل عزیزم و همسرتون دعا کنم. لحظه ای لطفا با دعای من و دیگر هموطنان عزیز. آمین. به همین راحتی بپذیر هموطن عزیز. خدا کارهای بزرگی میکنه، فقط باید آماده باشیم که بزرگی خدا رو ببینیم. جان من فقط همینو میخوام به هموطنان عزیزم میگم، برادر من توی محیط محدود و سخت بدون هیچ الگوی خداوند عیسی مسیح رو چنان کشیده که من اصلا میگم واقعا تو دیدی، تو الگو شده و بارهای روح القدس رو به قدری بزرگ کشیده و عظیم کشیده که واقعا عکسشو میفرستم و میبینید شما. سپاسگزار میشم. ایمان داریم برای کارهای عجیب خداوند. اون پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمه، تو رو شکر میکنم برای گواهی که خداوند و خواهرم اینک اعلام کرد. اینک از تو میخوام مطابق فیضت خواهر من روی خداوند، برادرش ابوالفضل روی خدا، همسرش رو، این خانواده رو تو برکت بدی خداوند و با فیضت به مستعدهای دلشون، نیازشون، هر نوع نگرانی و ترس رو بشوره خداوند و قوت و شادمانی و امید تو در زندگیشون باشه. مستعدهای دلشون رو بنگر و تو اجابت کننده باش. به طور خاص ابوالفضل عزیز رو که به توسط روح مقدس تو خدا در زندان لمس میشه، او رو برکت بده، به شادی، به آرامش و راه‌ها رو تو باز کن. قلب مسئول زندان رو تو لمس کنی خدا برای آزادی برادرم ای پدر جان. و خواهش میکنم تو اندیشه کن برای دیگر زندانیان خداوند و تو باشی که اونها رو آزاد میکنی. آمین. و تو جلال یابه خدای قدوس در زندگی این خانواده و هموطنان عزیزمون در نام عیسی مسیح. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت کن. ما وقتمون کم هستش، پس سر جان شما رو به دستان مسیح میسپارم تا منظر اون عکس هم هست. فیض خدا باشه. درود ما را بفرستید خدمت خانم جان. برای همسرم هم حتما دعا کنید. حتما حتما. ممنونم. برای همسرم متشکرم. خواهش کنم. بریم با هم خط دیگه داشته باشیم. فیض خدا باشه. من اینقدر احساساتی شدم از این مسئله، اصلا یادم رفت اسم. بله. بریم با هم یه خط دیگه داشته باشیم. بطول عزیزو ببینیم. بطول جان روی خطی عزیزم. الو بطول جان. هلو. الو. الو. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما. سلام. درود بر شما. بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. سلام. وقتتون بخیر. درود بر شما. عزیزی بفرمایید. خوبی؟ خدا رو شکر با خوبی شما. سلامت باشید. سپاس از بهش. من درخواست دعا دارم. برای چه چیزی؟ دو تا جوانم
22 سال جلوتر رفتم تو خدمت، 14 ماه خدمت کردم، بعد از اون مریض روانی اومدن خونه. منم 22 سال نشب دادم نروز. بعد یه جوان دیگه همون نینا رو نگه داره، الان خیلی حالش بهتر از اینا. این دوتا خیلی دوتاشون خیلی حالشون خرابه، بهشون دعا کنید. اسماشون هم بگید، اسماشون هم بگید. الان دیابت دارم، بعد دیابت زده به چشمام، دیده چشمام دارم از دست میدم. نه در نام مسیح که چنین، در نام عیسی مسیح چنین نخواهد شد. لحظه با اسم پسراتون هم بگید لطفا. اسم پسرام مجید، علی، امیر، حسین. مجید و امیر، لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. آمین. تشویقت میکنم سه شنبه به ما زنگ بزن خواهر خوبم. آمین. بطول جان چه موقع زنگ بزنم؟ سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران به ما زنگ بزنید. سه شنبه ساعت 5. ولی الان با دعای من متحد بشید. الان با دعای من. هللویا خدای قدوس، پدر آسمانی، تو رو شکر می‌کنم برای محبت عظیمت، برای خواهرم بطول، برای فرزندانش، زندگیش. اینا که از تو می‌خوام در ابتدا آرامش تو به توسط روح القدس خدا وجود خواهر من را در بر بگیره و در نام عیسی مسیح بشور هر ضعف جسمانی رو ای خدا از وجود خواهرم و او رو برکت بده مصلحت‌های دلش به طور خاص برای پسرانش ای خدا که دست سلامتی تو بر اونها افکار و دل و احساسات و روح روان آنان باشه و اونها رو تو تقویت کن به قوت و سلامتی و حکمت و محبت خودت. برکت تو در این خانواده خداوندا پیوسته باشه و تو جلال یابی در نام نام عیسی مسیح. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. شما رو به دستان پر جلال مسیح می سپارم. عزیز. بله در رسول جان. پامم سوخته، دو هفته هم خوب نمیشه. بله پامم دعا کنید. حتما حتما. ازتون سپاسگزاری میکنم. خواهش کنم. تشکر میکنم. عزیزم. فیض خدا باشه. خدا با عزت بهتون بده. خدا برکت بهتون بده. ممنون ممنون. خیلی دعا گفتم میکنم. سپاسم مهر شما. گفتید سه شنبه ساعت بعد از ظهر. پنج و نیم بعد از ظهر. شما رو به دستان مسیح. پنج و نیم بعد از ظهر. پنج بعد از ظهر. بله. باشه باشه. فیض خدا باشه. دارم خدا باشه. خطوط ما فیض خدا باشه. خطوط ما بسیار پر هستش. من تلفن ها رو جوابگو خواهم بودش. فقط خواهش میکنم عزیزان اینو بدونیم که سه شنبه ها ساعت 5:30 شبکه محبت سالها هستش که این محبت رو به ما داره و تلفن های شما رو وصل میکنه. ما سه شنبه ها توی کلیسا هستیم، از 5 صبح ما توی کلیسا هستیم با در کنار خادمینی که اونجا هستن با هم دعا میکنیم و بسیار گواهی ها داریم که خداوند اجابت کرده. آمی. از وفاداری شما به او، از وفاداری خودش به وعده هاش و آمین. وفاداری ما نسبت به آنچه که خداوند از ما خواسته. آمین. پس تشویقتون میکنم سه شنبه ها با ما باشید. آمین. و سپاسگزار هستم از شبکه محبت، از مدیران شبکه. یک بار دیگه عرض میکنم تمام مطالبی که گفته میشه به مسئله خود من هست در این برنامه. هموطنان عزیز، دل من و خادمی که کنار من هستن در کنار رسوندن خبر خوش برای آزادی ایران هست، برای آمین. نجات ایران هست، برای سرنگونی نظام اسلامی هست. تشویق میکنم ایمانداران مسیح بیستید در برابر نظام اسلامی. اگر کوتاه بیایید اتفاقایی که افتاد، کوتاه اومدن متاسفانه کلیساهای فارسی زبان ایرانی باعث شد کلیسا بسته بشه. کوتاه نیاید مانند کشیش های. اگر کسی بیسته این رو بدونیم شیطان نمیتونه حمله کنه. آمی. تشویقتون میکنم هموطنان مسیحی در برابر کلیساهای فارسی زبان اعتراضتون رو اعلام کنید، کم نیارید. خداوند با ماست. تا خدا با ماست کیست بر ضد ما؟ با سپاس از شما خواهر عزیزم، شما عزیزان رو به دستان پرفیض مسیح میسپارم و از خداوند میخوام خداوند مطابق فیضش باران نعمت و برکت و نجات و رستگاری رو بر ایران جاری کنه. آمی. و با فیضش خداوند این نظام اسلامی رو سرنگون کنه. محبت آمی. و حکمت خداوند در کشور عزیز ما جاودانه باشد در نام مسیح. آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته. خدا بهت